بسم الله الرحمن الرحیم ایام پایانی ماه بهمن مبارک هستیم و در آستانه یک روز تاریخی مهم برای کشورمون مردم عزیز و بزرگوار ما امسال در مقاطع مختلف با حضورشون در صحنه و همکاریشون در کنار یکدیگر حماسه های بسیار بزرگی رو آفریدند از آغاز سال در روزهای اولیه ماه فروردین که برای بسیاری از استانهای ما مشکل سیل پیش آمده بود یک حضور همه جانبه مردم تونست کاری بکنه که در یک زمان کوتاهی مردم بتونند به مسکن و زندگیشون برگردند و دولت هم متعهد شد که همه ای که آسیب دیده بود تا پایان امسال اونها رو به سرانجام برسانه در آبان ماه مردم ما در برابر حوادثی که دشمنان ما میخواستند از اون حادثه سوء استفاده بکنند به صحنه آمدند در همون روزهای ابتدایی از زنجان و تبریز آغاز شد و همه استانهای کشور به صحنه آمدند و اون افتخارات بزرگ یکپارچگی و وحدت و امنیت ملی رو که مورد توجه همه بود اون جلوه های زیبای مندگار رو ساختند البته وقتی از آذربایجان و تبریز نام میبریم باید به سالگرد 29 بهمن سال 56 هم اشاره کنیم که اون حادثه حادثه بسیار مهم بود البته به عنوان چهلوم حادثه قم بود که در نوزده دی در قم اتفاق افتاده بود اما اونهایی که تاریخ انقلاب رو به یاد دارن به خوبی میدونن که قیام مردم تبریز در 29 بهمن 56 کمر رژیم رو شکوند و یک امیدواری عظیم و بزرگی رو در سراسر کشور به وجود آورد. برای همه روشن بود که در یک حرکتی که مردم آذربایجان و مردم تبریز به صحنه آمدند پیروزی ما حتمی و قطعی است یعنی بعد از 29 بهمن سال 56 همه اونهایی که محاسبات سیاسی و اجتماعی در اختیار اونها بود و از رجال بزرگ بودند میدونستند که این قیام مردم پایان کار رژیم هست و شما دیدید در کمتر از یک سال شاه از کشور فرار کرد و در کمتر از یک سال در 22 بهمن سال بعد انقلاب شکوهمند ما به پیروزی رسید خب در کنار مسئله حضور مردم در آبان مسئله شهادت سردار عزیزمون سردار سلیمانی بود که مردم یک کار اعجاباوری رو انجام دادند یعنی همه دنیا و منطقه رو به شگفتی واداشتند هیچ که فکر نمی کرد بین نیروهای مسلح و مردم این همه ارتباط نزدیک باشه هیچ که نمیدونست که موضوع مبارزه با تروریزم برای مردم ایران اینقدر مهم باشه هیچ کس فکر نمی کرد که امنیت منطقه خاور میانه و همسایگان ما برای مردم این همه اهمیت داره سردار سلیمانی در واقع نماد مبارزه با تروریسم، ثبات و امنیت منطقه و امنیت ملی ما بود و این حضور مردم نشون داد که تمام افکاری که آمریکایی یا برخی از غربی ها نسبت به ایران در سالهای اخیر داشتند محاسبه غلط و تفکر اشتباه بود و واقعا اون روزها حالا چه حضور مردم در عراق و چه حضور مردم در سراسر ایران البته نمادش خوزستان بود مشهد بود تهران بود قم بود کرمان بود ولی همه مردم همه جا به خیابونها آمدند همه تظاهرات کردند همه همنوایی کردند و همه پاس داشتند و نشون میده که این مردم چه مردم وفاداری هستند چه مردم شکرگزاری هستند چه مردم قدرشناسی هستند کجای دنیا شما سراغ دارید که برای یک سرباز فداکار وطن مردم اینچنین به صحنه بیان و به خیابان ها بیان به نظر من روزهای تاریخی مندگار در تاریخ ایران اسلامی ما شد و بعد هم روز 22 بهمن که مردم به صحنه آمدند همه جا تظاهرات با شکوه بود اون مقداری که بنده توفیق دارم و مقداری در خیابون آزادی معمولا همراه میشیم با عزیزان و مردم بزرگوار تهران در همون قدم ها من امسال پر پرشکوهتر و با انگیزه تر دیدم مردم رو و خیلی مهمه چهل و یک سال از انقلاب گذشته مثل اولین سالگرد که سال 58 برگزار شد مثل همون شور و همون علاقه مردم در صحنه بودند و روز دیگری که مردم باید افتخار بیافرینند روز دوم اسفند امسال پای صندوق آرا هست ببینید چند موضوع رو ملت بزرگوار و عزیز ما باید تفکیک بکنند یکی موضوع این که ما پای صندوق میریم تا بهترین ها رو ما برگزینیم برای مجلس شورای اسلامیمون که نهاد بسیار مهمی هست مجلس شورای اسلامی جایی هست که قوانین ما رو بررسی میکنه تصویب میکنه دولت لوایش به اونجا فرستاده میشه به وزرای ما اونجا رأی داده میشه اونها نوعی نظارت دارند بر دستگاه اجرایی، کار اجرایی، تحقیق و تفحص به عهده اونهاست، استیزاه به عهده اونهاست، سوال به عهده اونهاست. اصولا مجلس شورای اسلامی در ایران بسیار مجلس قدرتمندی هست. خب فرق میکنه اختیارات مجلس در کشورهای مختلف فرق میکنه در ایران جایگاه عظیمی داره اینم به خاطر نظر امام بود از ابتدا امام به مجلس یک انایت خاصی داشت از همون سوابق تاریخی که ایشون با مرحوم مدرس داشت و در مجالس شورای ملی اون زمان ایشون گاهی حضور پیدا میکرد و اصولا از لحاظ تاریخی ایشون یه علاقه خاصی به مجلس داشت و خب همیشه هم کلمات امام رو راجع به مجلس می بینید که با عظمت از نمایندگان مجلس همیشه یاد میکنم خب یک طرف قصه اینه که ما یک مجلس برای ما مهمه برای سرنوشت ما مهمه یک کسی نگه که خب حالا هر که میخواد انتخاب شه من که دوستای من صلاحیتشون رد شده من که همهزبی های من صلاحیتشون تایید نشده حالا هر مجلسی میخواد بشه و این مجلس میخواد قانون برای ما وضع کنه این قانون مال همه ای ماست در زندگی ما اثر داره در زندگی بچه های ما اثر داره گاهی برخی از قوانین سالیان دراز باقی میمونه یک دهه دو دهه گاهی یک قرن باقی میمونه یک قانون تغییرات جزئی اصل اون قانون باقی میمونه ما برای سرنوشت خودمون برای آینده خودمون شما فکر میکنید اگر مجلس یازدهم یه چیزی تصویب کرد به راحتی میشه در مجلس دوازدهم تغییر داد خب اینجوری نیست قانون میشه بعد اجرا میشه بعد تغییرش مشکل داره بنابراین مجلس برای ما مهمه به اضافه اینکه ما مسائل مهمی داریم در کشور ما در حال تحریم شدید و فشار شدید استکبار جهانی هستیم ما باید این تحریم رو بشکنیم یا نه ما باید زندگی مردم رو سهل تر کنیم یا نه ما باید بسیاری از ساختارها رو در این شرایط تغییر بدیم یا نه کی باید این کارو بکنه دولت به تنهایی نمیتونه قوه قضایی هم نمیتونه به تنهایی ما همه با هم باید کنار هم قرار بگیریم دولت با مجلس در کنار هم باید قرار بگیره اگر بناس مشکلات اقتصادی مردم کم بشه حالا من نمیگم تمام بشه اگر بناس تحریم برداشته بشه که ما باید این کار رو بکنیم در حد توانمون اگر بناس تولید افزوده بشه اگر بنا هست در بسیاری از زمینه ها ما خودکفا بشیم خب راهش چیه راهش کار دولت کار مجلس و هماهنگی با هم هست در مسائل اقتصادی ما امروز نیاز داریم که هم امروز با مجلس فعلیمون با مجلس دهممون ده هم فردا با مجلس یازدهممون ما باید با هم مشکلات رو حل بکنیم ما موانع تولید رو اگر میخوایم برداریم بعضی جاها قانون میخواد بدون قانون نمیشه کاری کرد اگر ما میخواییم به تولید تحرک ببخشیم بعضی از جاها نیاز به قانون داریم اگر ما میخواهیم در مسیر تولید در مسیر شرکت های بنیان در مسیر علم و دانش اقداماتی ما میخوایم بکنیم همه با همیم در کنار همیم یه جایی بخواد منطقه آزاد بشه یه جایی بخواد منطقه صنعتی یه جایی بخواد اضافه بشه یه جا بخواد کم بشه یه استان بخواد اضافه بشه یه شهرستان بخواد اضافه بشه همه اینا همکاری دولت و مجلس میخواد به تنهایی که نمیشه انجام داد در همه امور مردم مجلس حق قانون گذاری داره مجلس حق اظهار نظر داره و خب ما باید در کنار هم بتونیم این مسائل رو حل بکنیم برخی از مسائلی که امروز در جامعه ما هست مثل رانت و فساد که مردم ما بسیار نگرانند و حق با اوناست و اساسا انقلاب اسلامی شد برای اینکه مردم عدالت رو و پاکی رو و اخلاق رو ببینند پایان همه چیز اخلاقه این قیام و نهزت و حرکت و انقلاب و تلاش و جهاد و کوشش و میدان جنگ و همه تهش اخلاقه اگر اخلاق درست شد همه درسته اگه درست نشد همه اونها کم ارزش یا بی ارزشه به همین دلیل پیغمبر به اونهایی که از میدان جنگ سخت برگشته بود فرمود شما از جهاد اصغر برگشتید و بقیه علیکم الجهاد الاکبر اون جهاد مهمی که براتون باقی مونده میدون جنگ نیست مبارزه با آمریکا نیست مبارزه با استکبار نیست مبارزه با تروریسم نیست از اونا بالاتره اون جهاد اکبره جهاد اکبر یعنی همون اخلاق حسنه یعنی مبارزه با هوای نفس خب اون هدف نهایی ما هست اگر هدف نهایی ما جامعه پاک و حیات طیبه هست پس راهش اینه ما با فساد با رانک با همه مشکلات به جنگی مبارزه بکنیم چجور امکان پذیره؟ نه قوه غذایی به تنهایی میتونه اینا رو از بین ببره نه دولت به تنهایی میتونه همه با هم باید این کار رو انجام بدیم ما لوایح مهمی رو به مجلس شورای اسلامی دادیم هم برای شفافیت هم برای مبارزه با فساد هم در بحث تعارض منافع خب اینا رو باید با هم بشینیم تصویب کنیم حالا ممکنه برخیش انشاءالله تو همین مجلس تصویب بشه برخیش بمونه برای مجلس بعدی پس همه با هم باید در این زمینه تلاش بکنیم و این برای ما مهمه مسئله بسیار مهم دیگر شکستن حصر ایران و شکستن تحریمه ببینید تحریم یک عمل تروریستی و ظالمانه علیه ملت ایرانه هیچ کس هم نمیتونه بگه, بگه تحریم اثر نداره نه تحریم هیچ اثر نداره دولت باید قوی باشه این به معنای تنزیه آمریکاست این به معنای بالاترین حمایت از آمریکاست اون کسی که میگه تحریم اثر نداره یعنی حامی آمریکاست یعنی داره حمایت میکنه از آمریکا میگه آمریکا کار بدی نکرده کار خوبی کرده اصلا تحریم که دو زندگی اثر نداره ما باید کار بکنیم این حرف هم دروغه هم خلاف واقعیت هم حمایت از آمریکاست هم همین که ما تا درد رو نشناسیم درمانه که نمیتونیم بشناسیم اگه کسی دستش درد میکنه بریم هی رو پاش درمان کنیم دست خوب نمیشه که باید بشناسیم درد کجاست همونجا باید بریم سراغ درد و درد رو درمان بکنیم کار تحریم یه کار تروریستی آمریکایی است علیه ملت بزرگ ایران البته حالا یه گروهی اونجا حاکم شدن از گذشتن با ایران بد بودن امروز قدرت در اختیار گرفتن اسرائیلی هم حمایتشون کردن ارتجاع منطقه هم اونا رو حمایت کرده آمده این فشار رو به مردم ما چیکار کنیم ما در برابر این فشار چه اقدامی باید بکنیم اگر کسی بگه تحریم رو نمیشه شکست به هیچ قیمتی این حرف نادرست این حرف نادرسته که ما بگیم در برابر تحریم ما تسلیم باید بشیم نمیشه شکست خب چجوری در سال 92 و 94 ما تحریم شکندیم مگه تحریم نبود ایران چجوری ما تحریم شکندیم یه بخشیش در 92 ما شکندیم تحریم رو یه بخشیش در 94 شکندیم تحریم رو تحریم شکندیم این که صادرات نفت ما یه دفعه از 900 هزار بشک رفت به نزدیک 3 میلیون 2 میلیون و 700 هزار 800 هزار تحریم بود شکندیم اینکه همه اجناس ما تو بندرگاه های غربی و غیر غربی مونده بود به خاطر تحریم و نمی آمد و پالایشگاه ما را نمی افتاد و بسیاری از مراکز بزرگ پتروشیمی ما را نمی افتاد بسیاری از مراکز گاز ما را نمی افتاد خب را افتاد دیگه این تحریم شکسته شد اینا آمد ما تونستیم با تمام بانک های بزرگ شرق و غرب اقدام بکنیم برای اعتبار حالا یه دونش پنج میلیارد بوده اعتبار ما گرفتیم از یک کشور از برخی از کشورهای دیگر هم همه مقدماتش شور شد شرایط یک شرایط دیگری شد همه شرکت ها صف بستن که بیان ایران سرمایه گذاری بکنن حالا همه اینا رو شما بگید چشم بندیست اینکه رشد اقتصادی ما شد بالاترین رشد اقتصادی دنیا در سال 95 که دیگه چشمبندی نیست که کار بزرگی انجام شد اینکه تحریم های سازمان ملل برداشته شد اینکه معضل بزرگ ما با آژانس بین المللی اتمی برداشته شد همین امروز هم علا رقم همه کارهایی که آمریکا کرده بازم در برابر برجام ناتوانه هم. علا رقم همه کارهایی که کرده اینکه یک دادگاه بین المللی میاد رأی میده بر علیه آمریکا و به آمریکا میگه تحریمت غلطه این خب نشانه اینه که هنوز این توافق زنده است این که آمریکا همه تلاشش میکنه در شورای حکام که ما رو محکوم بکنه و حریف نمیشه این به معنای اون است که اون توافق هنوز زنده است این که از حالا ترسیدن برای ماهای بعد که چه شرایطی پیش میاره برجام این به معنای زنده بودن این توافقه این که آمریکا نتونست بعد از اون که از این توافق خارج شد در سازمان ملل، در مجمع عمومی، در شورای امنیت علیه ما اقدامی بکنه از لحاظ سیاسی شکست خورد، از لحاظ حقوقی شکست خورد در شورای حکام شکست خورد نشان اینه که ملت ما این توان داره پس ما یک بار شکندیم اگر کاری نمی کردیم خب می گفتید که ما قادر نیستیم خب یه ابرقدرتی مثل آمریکا یه غلطی انجام داده ما هم که در برابر غلط آمریکا کاری نمیتونیم بکنیم او یه غلطی کرده اتفاقا ما میتونیم آمریکا رو پشیمان کنیم از کار غلطی که انجام داده ما یک بار پشیمانش کردیم آوردیمش به زور پای میز مذاکره و او سندی که دلش نمیخواست و دوست نداشت اون رو امضا کرد باز هم باید این کار رو بکنه با... چجوری باید آمریکا رو بکشونیم پای میز مذاکره راهش وحدت ماست راهش اتحاد ماست راهش قدرت ماست ما باید نشون بدیم با آمریکا توانمندیم و قدرتمندیم ما باید نشون بدیم ملت ما یک ملت بزرگی است که نه صابر و شکور هست بالاترین صبرها را داره و بالاترین قدردانی رو از مخلصین خودش از خادمان خودش انجام میده اگر ملتی صبار شد اگر ملتی شکور شد آمریکا ناچار سر تسلیم فرود بیاره اینکه آمریکا در طول یک سال گذشته ده ها پیغام برای ما فرستاده که بیایم بنشینیم با هم مذاکره کنیم اینش که دیگه ما تردید نداریم در نیویورک حداقل 5 تا 6 تا پیام برا من آمد در چند روزی که من نیویورک بودم که آقا ها میگن بیاید با هم مذاکره کنیم خب اگر ما شکست خوردیم اگر آمریکایی ها میگن ایران تاب نداره این انقلاب نمیمونه پس برای چی این همه اصرار میکنید ما که به طور طبیعی دو ماه دیگه پنج ماه دیگه به قول شما این انقلاب از دست میره پس چرا التماس میکنید این همه چرا همه رهبران دنیا رو واسطه کردید همین امروز هم دارید واسطه میکنید پس معلومه ملت ما این قدرت رو داره که تحریم رو بشکنه و راه خودش رو ادامه بده و ما این کار رو خواهیم کرد این جزء وظایف ماست که این کار رو انجام بدیم قدرت نمایی ما، وحدت ما، اتحاد ما، تولید ما در بخش کشاورزی، در بخش صنعت، اینا است که محقق شده همین امسال اینا شعار من نمیدم شما آمار کشاورزی ما رو نگاه کنید شما آمار صنعت ما رو نگاه کنید تو همین ماه آخر امسال نسبت به پارسال همین خودروی که ما همیشه باش یه مقدار مشکل داریم و مردم ما باش مشکل دارن از لحاظ تولید همین خودرو الان همین ماها حساب کنید با ماهای مشابه در سال گذشته خب صد درصد صد و درصد رشد پیدا کرده تولید پس ما دست رو دست نگذاشتیم ما ننشستیم ما سر غم به زانو نگرفتیم ما شجاعانه ایستادگی کردیم تا در برابر آمریکا به پیروزی برسیم حالا اگر ما میخواییم وایسیم در برابر آمریکا یک نمونش دو اسفند دو اسفند باید بیایم تو صحنه. ما همه باید بیایم پای صندوق آرا نمیشه یک کسی بگه آقا در تهران من یه نفرم ندارم که برم بنویسم نمیشه این حرف قابل قبول نیست ممکنه بگه من سی نفر پیدا نکردم بیست نفر پیدا کردم بیست هشت نفر پیدا کردم حالا اون ممکنه ولی کسی بگه آقا تو تهران این همه کاندیدی که امروز وجود دارن من یک نفر را پیدا نکردم اونجوری که با ذوق من با سلیقه من با اونچه که من میخوام ببینید مردم بزرگ و عزیز این که این جناه یا اون جناه این بیاد اون بیاد اینا همه مال ام این روزاست تا روز دوم تا روز دوم اسفند هر که بره مجلس از هر جناهی بره مجلس او نماینده مجلس ما هست اونجا جای قهر دیگه نیست اینجا اگر ما تلاش میکنیم میگیم این جناح باید بره یکی میگه اون جناح باید بره اشکال نداره هر کسی سلیقه ای داره به هر حال اونایی که وارد مجلس شدن دیگه نماینده ما هستند طبق قانون اساسی فردی که وارد مجلس میشه در برابر کل ملت ایران مسئوله نه در برابر حوزه انتخابیش نه در برابر جناح خودش در برابر کل ملت ایران مسئوله او وظیفهش وظیفه ملی است همه ما در اجرای حقوقمون در اجرای اصول قانون اساسی در اجرای وظایفمون همیشه باید این اصل چهل قانون اساسی رو مد نظر داشته باشیم هیچ کس نمیتونه در اعمال حق خودش به ضرر منافع ملی کاری انجام بده چه دولت چه مجلس چه قوه قضاییه همه باید اصل چهل قانون اساسی رو بالا سرشون بزنن هر اقدامی میخوایم بکنیم ولی اینکه بگیم این اقدام حق ما هست تو قانون حق به ما داده شده. اهلم دست حق دارید شما ولی در اعمال حق شما نمیتونی در زمان و مکان و شیوه اعمال حق بکنی که به منافع ملی لطمه بخوره این اصل چهل قانون اساسیه پس ما و مجلس یک راه پیش رو داریم مردم از ما یه چیز میخوان مردم میخوان دولت و مجلس با هم مشکل اقتصادیشون حل بکنه مشکل اجتماعیشون حل بکنه مشکل سیاست خارجیشون حل بکنه تجارت خارجیشون حل بکنه موزلات بانکیش حل بکنه اونی که مردم از ما میخوان همافزایی است که در کنار همدیگر ما بتونیم این مشکلات رو برداریم و ما میتونیم امروز با وحدتمون و اتحادمون ببینید آمریکا کی از تحریم دست برمیداره روزی که معیوس بشه هر روز که آمریکا معیوس شد از اینکه فشار حد اکثری دیگر جواب نمیده به ناچار تسلیم میشه پای میز مذاکره زانو میزنه و ناچار در برابر حق حق رو بپذیره شما همین الان ببینید تو خود آمریکا نگاه کنید نسبت به همین دولت اینا آمدن یک فرمانده بزرگ ما رو شبانه و بزدلانه ترور کردن آمریکا چی جواب داد پاسخ آمریکا این بود هم مجلس نمایندگان هم سنا آمد اختیارات رئیس جمهور رو در زمینه جنگ با ایران محدود کرد برای چین کاری کرد به خاطر ترور شهید سلیمانی این که شما میبینید مجلس نمایندگان و سنا هر دو رأی میدن به محدودیت اختیارات رئیس جمهور آمریکا و کاخ سفید و پنتاگون نسبت به ایران این اثر اینه که دیدن این کار غلط بود این کار نادرست بود این کار امنیت آمریکایی‌ها رو کم کرد در منطقه این کار اختلاف رو بیشتر کرد این کار ثبات رو از بین برد اتفاقا اون روز اگر مشکلی در منطقه بود میتونستند با همکاری و همفکری با یک شخصیتی مثل شهید سلیمانی حل و فصل بکنن با واسطه هایی که داشتن اونا حالا به جای شهید سلیمانی باید برم با 20 نفر حرف بزنم کارتون آسون شد کارتون سخت شد دیروز با واسطه با این کشور با اون کشور شما با شهید سلیمانی حرف میزدید میتونستید خیلی از مسائل منطقه حرفتون برسونید و حرف طرف مقابل رو دریافت بکنین حالا به جای شهید سلیمانی باید با 20 نفر حرف بزنید کارتون سخت شد کارتون مشکلتر شد امنیت شما سختتر شد سربازان شما امروز ترس و وحشت بیشتری دارند راه آمریکا در این منطقه و نسبت به ایران غلط بوده امروز خود نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا و سناتورها در سنا اونها هم دارن این رو به یک زبانی و به یک بیانی میگن پس ما باید با ایستادگی و قدرتمون بتونیم در برابر آمریکا به پیروزی برسیم بدونیم روز دوم اسفند و حضور و صفهای پرشور ما آمریکا رو عصبانی میکنه آمریکا رو ناراحت میکنه عدم حضور ما آمریکا رو خوشحال میکنه ما مسئله بالاتر از مجلس هم حتی باید مد نظر قرار بدیم و اون جایگاه ایران در دنیای امروز و در برابر استکبار جهانی و برای آینده فرزندان ما هست انشالله امیدواریم افتخار پنجم در سال 98 دوم اسفند پای صندوق و آرا توسط ملت بزرگ و هوشیار ما آفریده بشه انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله